عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بنوبوکی های عزیز، همراهان همیشگی ما. خوش آمد عرض میکنم خدمتتون دوستان. سلام به همه دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدین به یکی دیگه از لایو های بنوبوک، صفحه‌ای که ما توش درباره کتاب باهاتون صحبت میکنیم و همونطور که میدونید هر هفته یک لایو با یک نویسنده یا مترجم کشورمون. سلام به همه، براتون برگزار میکنیم. امروز در آخرین چهارشنبه سال ما قرار آخرین لایو بنوبوک رو براتون اجرا بکنیم. مهمان عزیز امشب ما آقای کاوه فولادی نسب هستن، نویسنده و مترجم خوب کشورمون که الان هم به ما پیوستن و میخوام خیلی سریع ایشون رو دعوت بکنم که براتون درخواست فرستادم، لطفاً قبول کنید تا بتونید بیاید توی لایو. سلام، وقتتون بخیر. سلام آقای فولادی نسب، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشین. ممنونم، منم امیدوارم شما هم خوب باشین و در حد مقدورات این زمانه ایام به کامتون باشه، هم شما هم همه عزیزانی که شاهد این برنامه زنده هستن. ممنونم ازتون. اینترنتتون رو میتونید عوض کنید آقای فولادی نسب؟ چی کار کنم؟ اینترنتتون رو میتونید عوض بکنید چون که فکر میکنم ضعیفه، یعنی اگر با در واقع بذارین تست میکنم وای فای هستین برین روی اینترنت گوشی فکر کنم بهتر باشه. الان ببینیم که کیفیتش فرقی کرد، بهتر شد یا نه. نه راستش نه. چج بذاری من یه بار خارج هم دوباره میپیوندم به شما. باشه. خب دوستان عزیز، ما این مشکل رو همیشه داریم دیگه، این وضعیت اینترنت همون متاسفانه خیلی اجازه نمیده که ما راحت بتونیم لایف ها رو برگزار کنیم. کتاب جدید آقای فولادی نسب برلینی هاست که از سوی نشر چشمه منتشر شده. کتاب نسبتا قطوریه و به تازگی هم منتشر شده. حالا با خود آقای فولادی نسب هم صحبت میکنیم، ولی من میدونم که ایشون حدود 6-7 سال برای نوشتن این اثر وقت گذاشتن و بعد از چندین سال این اثر منتشر شده. بکنم بهتر شد. بهتر شد. من البته تصویر شما رو الان نمیبینم متاسفانه، ولی اگه بهتر شده باشه حالا امیدوارم تصویر شما بلوچه من شما رو هم زیارت کنم.
قربون شما. خب حالا من خیلی مهم نیستم، مهم شما این که دوستان دارم میبینم. اختیار داریم، سلامت باشین. اختیار داریم، قربونتون. دوستان با اجازتون من کامنت ها رو هم میبندم که بتونیم راحت با آقای فولادی نسب هم صحبت کنیم. خب آقای فولادی نسب، بگین از این روزاتون چی کار میکنین، در چه حالین، در حال و هوای عید و شب عید و... بله، به طور طبیعی من با دوست شاعرم رسول یونان یه بار صحبت میکردیم، گفتش که من خیلی بد فوریم، گفتم برعکس تو من خیلی خوش اسفندم و اسفند ماه خیلی خیلی خوبیه به نظر من، برای من دست کم ماه آستانگی دیگه، بالاخره در آستانه نو شدن سالیم و درختان که تازگی این روزا جوونه زدن، خیلی همه چی خوبه دیگه، منم سر حالم. بله همینطوره، امیدواریم که سال خوبی رو هم پیش رو داشته باشین و همینطور همه دوستان عزیز که در صفحه به نوبوک هستن و دارن ما رو میبینن. آقای فولادی نسب، رمان جدید شما با نام برلینی ها منتشر شده، کتابی که خب تو همین زمان کوتاهی که خبر انتشارش اومد و به هر حال دوستان مطلع شدن خیلی ازش استقبال شد و حرف دربارش صحبت زیاد شد. میخواستم اول خودتون یکم درباره این اثر توضیح بدید، اینکه به هر حال من میدونم که این کتاب چند سال شما روش وقت گذاشتین، با تعداد زیادی آدم مصاحبه کردین و یه جورایی وقایعی که در واقع تو تاریخ واقعیت داشتن رو در این اثر آوردید. یکم دربارش توضیح بدید تا دوستان هم بدونن. حتما، با کمال میل. آره خب پیشتر هم جای گفتم ایده اولیه این رمان در سال 2013 به ذهن من رسید. خب احتمالاً بعضی از دوستان میدونن که من یه زندگی دوزیستی دارم، کمی در تهران زندگی میکنم، کمی در برلین، و خب به هر حال در خلال این سالهایی که توی برلین بودم، یکی از دغدغه‌هام برای خودم این بود که بتونم شهر رو و آدم‌های اون رو بهتر بشناسم. سال 2013 ایده این رمان در یک جمع دوستانه به ذهن من رسید و خب من معتقدم به رمان پژوهش، معتقدم به داستان پژوهش اساسا، یعنی که نویسنده صرفا بر اساس تخیل شروع نکنه به نوشتن، حتما نیاز به پژوهش داره. حالا این پژوهش دو تا شکل یا دو تا شکل داره، یه بخشیش که مطالعات دامنه داری است که در طول زندگیش نویسنده انجام میده در حوزه‌های مختلف، ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی و غیره، یکی دیگه هم در واقع جهان فکری نویسنده رو به مرور شکل میده، و یکی دیگه هم پژوهش‌های معطوف به اثری که مشغول خلق اون یا داره روی اون کار میکنه. خب اون شق اول پژوهش که در زندگی من جاری و ساری است و مدام مشغول مطالعه هم، اما شق دوم برای بلدینی ها خیلی مهم بود. من لازم داشتم که دو تا شناخت مهم رو برای نوشتن این اثر پیدا بکنم، یکی شناخت زندگی ایرانیان برلین، به هر حال دوستانی که این رمان رو خونده باشن میدونن که اینجا برلینی ها در واقع ایرانیان ساکن برلین هن. و خب این عنوان هم وام گرفته شده از حلقه روشنفکرانی که در اوائل قرن 1300 در برلین، ایرانیانی که در برلین ساکن بودن و به هر حال یکی از حلقه های مهم روشنفکری ایرانیان خارج از کشور رو تشکیل میدادن. من لازم داشتم که هم ایرانیان ساکن برلین رو بشناسم و هم شهر برلین رو بشناسم. این برای من انگیزه یا علاقه دوچندانی هم ایجاد میکرد، برای اینکه به هر حال من به شهر علاقه زیادی دارم، معتقدم که شهر ظرف زندگی مدرنه و ما به عنوان انسان مدرن یا آدمهای مدرن چیزی جدای از این ظرف نیستیم. و خب چه تهران که زادگاه من بوده، چه برلین که شهر دومی است که در اون زندگی میکنم، هر دو خیلی برای من مهمن، اینکه بشناسمشون، تاریخشون رو، محله هاشون رو، آدم هاشون رو،
شکل‌های در واقع حرکت‌های جمعیتی توشون رو، شکل‌های تقسیم جمعیت توشون رو، قشرهای اجتماعیشون رو و غیره و غیره. خب به هر حال شروع کردم به پژوهش، هم درباره برلین هم درباره برلینی ها. خیلی زیاد توی برلین قدم زدم، شاید چیزی حدود 500 روز برای خودم قدم می زدم توی مناطق و محله های مختلف برلین. تاریخ برلین رو می خوندم. خب برلین به هر حال در قرن 20 شهر بسیار مهمی بوده و در یک دوره ای من میتونم بگم که قلب جهان بوده. برلین محل یا عرصه ظهور یا بروز جنگ سرد بوده و به هر حال دیوار برلین احتمالاً مهمترین دیواری است که به دست بشر ساخته شده و اونو حتی از دیوار چین هم مهمتر میدونمش. خب برلین رو باید میشناختم. در این حال با کسان زیادی هم گفتگو و مصاحبه کردم برای اینکه بتونم به زندگی در واقع ایرانیان ساکن برلین نزدیک‌تر بشم و مشاهده های زیاد و مصاحبه های زیاد و در واقع به این ترتیب متریال یا مواد و مصالحی رو که برای خلق این اثر نیاز داشتم گردآوری کردم. اما این مرحله اول کار من بود. در مرحله دوم لازم بود که حالا به کمک نیروی تخیل شروع بکنم متناسب با ایده هایی که برای این رمان داشتم شخصیت ها رو تعریف کردن و شکل دادن، طبیعتاً از اون متریال وام گرفتن، لوکیشن ها رو انتخاب کردن، اکشن یا عمل داستانی رو طراحی کردن، در ادامه نوشتن پیرنگ و تقطیع و فصل‌بندی و غیره و غیره که خب مجموعه این فرایند تا پارسال طول کشید که من اسفند پارسال کتاب رو دیگه نسخه نهاییش رو تحویل دوستانم در نشر چشمه دادم و آره چیزی حدود 8 این فرایند طول کشید که البته فرایند بسیار بسیار لذت بخشی هم برای خود من بود و از این حیث خوشحالم برای اینکه فکر میکنم که برلینی ها روی اولین مخاطبش که خود من به عنوان نویسنده اون باشم تأثیر مهمی گذاشته. بنابراین میتونم دست کم در حد یک مخاطب بدونم که رمان مفیدی بوده. حتما همینطوره. آقای فولادی نصب، من اسم کتاب رو که دیدم نمیدونم چرا در مرحله اول یاد کتاب دوبلینی های جیمز جویس افتادم. اصلا شما نگاهی داشتین به این اسم یا نه؟ طبیعتا تو ذهن خود من هم این بود، ولی بیشتر از این که به دوبلینی ها و خب توی زبان انگلیسی هم اون کتاب دابلینرز، این کتاب برلینرز. آره این توجه خودم هم بهش جلب شد، ولی مسئله من این نبود. مسئله من این بود که اون حلقه برلینی ها برای من، برلینی ها برای من خیلی مهمتر و جذابتر بود. حلقه‌ای که به هر حال یکی از مهمترین حلقه های روشنفکری ما در قرن که دیگه این روزا داریم آخرین روزهاشو سپری میکنیم در قرن گذشته بود، نه فقط در خارج از ایران، فکر میکنم که چه در داخل و چه در خارج یکی از مهمترین حلقه های روشنفکری ما بلدنی ها بود که مجله کاوه رو در می آورد و ساکن برلین بود و بعدم اعضای اون حلقه یا جمع چه در خارج از ایران چه در داخل ایران منشأ اثرات بسیار مهمی بودن. اون بیشتر محل توجه من بود. خب اون جمع سیاسی هم بود و میتونم اینطور به هر حال بر اساس مطالعاتی که در این سالها کردم روی دایاسپورا، روی ایرانیان خارج از کشور، روی کامیونیتی ها یا جوامع ایرانی خارج از کشور، میتونم بگم که ایرانیان ساکن آلمان و به ویژه ایرانیان ساکن برلین یکی از سیاسی ترین گروه های ایرانیان خارج از کشور. در بسیاری از شهرهای دیگه و کشورهای دیگه هم ایرانیانی که پیشینه سیاسی دارن حضور دارن، ولی خب فراوانیشون کمتر از ایرانیان ساکن آلمان و برلین. ممکنه تاجر باشن، ممکنه تکنوکرات باشن، ممکنه هر کیفیت دیگری داشته باشن و در این حال بعضیشون هم حتما که سیاسی هن. ولی در واقع اون حلقه برلینی ها که یک جمع سیاسی بود، یک غرابتی هم داره با همین مسئله که بخش عمده ای از ایرانیان ساکن آلمان و ساکن برلین پیشینه سیاسی دارن و خب این چیزی بوده که توی رمان هم محل توجه من بوده. دقیقا همینطوره. رمان 4 فصل داره دوستان که با فصل‌های سال نامگذاری شده: زمستان، بهار، تابستان و پاییز.
میخوام از آقای فولادی نسب بپرسم که این نامگذاری بر چه اساسی بوده و چرا از زمستان شروع شده؟ به خاطر اینکه زندگی چه شخصیت محوری رمان به خاطر ماجراهایی که داره توی رمان بر او رخ میده، به خاطر تردیدهایی که در درون داره و تهدیدهایی که از بیرون شامل حالش میشه، زندگی چندان روشنی نیست، زندگی در واقع زمستانی و سرد و تاریکی است. در این حال که فصل زمستان برای بسیاری از ما یادآور شعر زمستان اخوان ثالثه، که اون هم یک شعری است که داره با یه نگاه به نظر من سیاسی خیلی دقیق دوره ای از زندگی ایرانیان رو در واقع بازنمایی میکنه و به نمایش میذاره یا به تصویر میکشه. توی این رمان من یه سال از زندگی این شخصیت ها رو دارم روایت میکنم، اما این سال به جای اینکه از بهار شروع بشه داره از زمستان شروع میشه و بعد در ادامه میبینیم که افت و خیز هایی برای شخصیت های رمان شکل میگیره. البته رمان در پایان پاییز تمام میشه که دوباره آستانه زمستانه، ولی خب ما به ازای همه اون چی که در داستان برای شخصیت محوری یعنی سیاوش و آدم های دیگر رمان شکل گرفته، زمستان سال بعد زمان دیگری است. ضمن این که به هر حال با اون فضای سرد آلمان هم یه جورایی من حس میکنم که قرابت داره دیگه، از اون سرمای آلمان. حالا چیزی که خودتونم اولش گفتین، به خود برلین خیلی نقش داره و یکی از چیزهایی که خوب اصلا قابل جدایی ناپذیره از برلین اینه که اونجا خیلی سرده و همیشه اون سوز و سرما هست و ما توی رمان هم این رو مدام میبینیم و یکی از ویژگی هایی که توی اون شهر داره توی رمان مطرح میشه. شما این آدم هایی رو که توی رمان در موردشون صحبت کردید، گفتید که باشون مصاحبه انجام دادید و از خاطراتشون در مجموع این اثر خلق شده. چقدر از چیزایی که توی رمان اومده واقعی آقای فولادین هستن؟ نمیتونم پاسخ دقیقی به این سوال بدم خانم ساجدی. به هر حال من به عنوان یه داستان نویس معتقد به اون دیدگاهم که ما از حوزه محسوساتمون وارد عالم خیال میشیم و محسوسات برای من یعنی واقعیت روی زمین، واقعیت بیرونی. فکر کنم در هر اثر داستانی این اتفاق به نوعی شکل میفته، شکل میگیره که ما از واقعیت عزیمت میکنیم، حرکت میکنیم و البته اگر در همون واقعیت هم بمونیم احتمالاً اثر عقیمی رو خلق کردیم. از واقعیت عزیمت میکنیم ولی در خیال توقف میکنیم. در واقع این ترکیبی از واقعیت و خیاله. نمیتونیم بگیم که یه رمان، حتی اگر یه رمان رئالیستی باشه، تماما واقعی است، چه به لحاظ شخصیت ها، چه به لحاظ اکشن یا عمل داستانی، چه به لحاظ ماجرا ها. به هر حال عزیمتگاه جهان واقعه، ولی در پایان نویسنده در خیالی که توقف و خلق میکنه. پس میتونم بگم که این رمان ترکیب در هم تنیده ناهمگنی از واقعیت و خیال، جوری که خود من هم نمیتونم تفکیک بکنم که چه چیزی واقعی است و چه چیزی خیالی. اگه بخوام برای شما مثالی بزنم، به عنوان مثال خب من شخصیت های داستانم رو، چه شخصیت های اصلی رو چه شخصیت های فرعی رو، طبیعتا در فرایند خلقشون از کسانی در جهان واقع الهام گرفتم، ولی تردید ندارم که هیچ کدوم اون آدم ها اگر این رمان رو بخونن میتونن خودشون رو توی رمان پیدا بکنن و اینطوره که خیال میاد و واقعیت رو دفرمه میکنه، از ریخت میندازه و به این ترتیب شکل جدیدی از جهان رو خلق میکنه که دیگه اون جهان اون داستان یا اون رمانه و جهان مخلوق اون نویسنده. حتما همینطوره. این آدم ها رو چطوری پیدا میکردید؟ یعنی کسی بهتون معرفی میکرد یا خودتون؟
به سختی، خیلی خیلی به سختی، به ویژه که خب به هر حال همه ما به نوعی بدبینی هایی رو داریم، به ویژه به کسی که از ایران رفته، نیمی در ایران زندگی میکنه، نیمی در آلمان زندگی میکنه، به هر حال بدبینی هایی نسبت به چنین آدمی میتونه وجود داشته باشه بین ایرانیان مهاجر، ایرانیانی که به هر حال خیلی هاشون راضی نیستن از مهاجرتشون و ناگزیرن از این امر، و خب خیلی خیلی دشوار بود. البته که خب به هر حال من به عنوان پژوهشگر این رو آموختم که چطور باید بتونم برم و آدم‌های پژوهشم رو یا مواد و مسائل پژوهشم رو پیدا بکنم، چیزی که خود شما هم به عنوان یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای تا حد زیادی میدونینش دیگه. ما به هر حال باید به لطایف الحیل بتونیم آدمایی رو که بهشون نیاز داریم پیدا بکنیم، چه از طریق آشنایانی که داشتم، آشنایان خانوادگی قدیمی، آشنایان جدیدی که پیدا کردم، چه از طریق حضور در محافل ایرانیان، چه از طریق حضور در محافل آکادمیک و و و و و به هر حال به هر شکلی که بود من باید این کار رو میکردم و کردم. در نهایت خودتون از نتیجه کار راضی بودین آقای فولادین؟ آره، من خودم از نتیجه کارم راضیم، البته نه اون شکلی از رضایت که هر داستانی رو وقتی که می نویسیم یا هر یادداشتی رو، مقاله ای رو، وقتی هر کاری رو وقتی به پایان می رسونیم طبیعتا سطحی از رضایت رو داریم. من دست کم معتقدم که اگر سطح استانداردی از رضایت وجود نداشته باشه که اصلا اون کار وارد عرصه عمومی نباید بشه. یعنی اگر من اون سطح استاندارد رضایت رو نداشته باشم اصلا کارم رو منتشر نمی کنم. بنابراین پس طبیعتا اون سطح اولیه که موجوده، اما همونطور که خدمتتون عرض کردم آره من از این کار راضیم، نه اون رضایتی که مخاطبان من ممکنه داشته باشن. حتما که کسانی این رمان رو خواهند خوند و از اون خوششون نخواهد اومد، منظور من اون از رضایت نیست، حتما که کسانی همون رو دوست خواهند داشت، اما همونطور که عرض کردم در فرایند خلق این رمان در این 8 ساله چیزی به من اضافه شد، چیزی در من تغییر کرد، دیدگاه های من، نگاه من، فهم من از ایرانیان مهاجر، فهم من از ایرانیان ساکن آلمان، ایرانیان مهاجر به آلمان، شناخت من از شهر برلین و کشور آلمان، اینا خب ارزش های عزیزی است که در فرایند خلق این رمان برای من رخ داد و به همین دلیل من دوچندان راضیم از برلینی های عزیز که به من کمک کرد تا بتونم چیزی رو در فهمم، در شعورم، در هستی شناسیم رشد بدم و ارتقا بدم. آقای فولادی نسب تدریس نویسندگی هم میکنن، کارگاه نویسندگی هم دارن و میدونم که خیلی دانشجویان زیادی در کارگاه های اون حضور دارن و نویسندگی رو با ایشون تمرین میکنن. آقای فولادی نسب میخوام یکم بریم سمت این صحبت هایی که بتونیم به دوستانی که به این حوزه علاقه من هستن کمک بکنیم. به عنوان یه خواننده فقط، خود من همیشه درباره کتاب هایی که خب به هر حال حجیم بودن، نه این که بگم گارد داشتم، ولی خب ترجیح هم این بوده که برم سمت کتاب هایی که میدونم که میتونم مثلا 2-3 روزه تمومش بکنم یا تو چند ساعت تمومش بکنم. و البته که کتاب حجیم خوندن هم لذت دیگه ای داره، اما خب خیلی معتقدن که این روزها باید رمان ها مثلا کم حجم باشن و از این حرفا. میخواستم نظر شما رو در این باره بدونم، این که به هر حال توی این بازاری که ما میبینیم حجم رمانا دیگه کم شده، شما رمان قطوری منتشر کردید، نظر خودتون درباره این چیه؟ والا من خیلی نسبت به این موضوع فکر یا حساسیتی ندارم. خب رمان قبلی من 844 رمان خیلی ناوله، در واقع یه ناول خیلی جمع و جوره، فکر میکنم در 160 صفحه منتشر شد. این رمان در واقع رمان مفصلیه، در 550 صفحه شده.
اگه یکی به من بگه که کتاب بعدیت چه حجمی خواهد داشت، میگم که من تا وقتی که داستانم رو طراحی نکرده باشم، شخصیت ها رو، جهان اون داستان رو و غیره، نخواهم دونست که حجم اون اثر چقدر خواهد بود. البته که من طرفدار ایجازم، من طرفدار پرگویی و اطناب و تطویل نیستم، برای اینکه شاید برای شما و بینندگان این برنامه اینده جالب باشه که نسخه اولیه رمان برلینی ها که تمام شد چیزی حدود 50 صفحه و من در خلال بازنویسی ها و در واقع سیغل کاکی کردن ها رسوندمش به این نسخه فعلی، به خاطر اینکه مطلقاً طرفدار ایجازم. البته که ایجاز به این معنا نیست که رمان بیشتر از 150-200 صفحه نشه. من معتقدم باید به جهان اون داستان، جهان فلسفی اون داستان و ماجراهای اون داستان، ایده‌ای که اون داستان میخواد مطرح بکنه و غیره و غیره نگاه بکنیم. ممکنه که بشه یه حرفی رو توی یه رمان 150 صفحه‌ای مطرح کرد، یه حرف دیگه به طلبه که یه رمان دو جلدی در 1200 صفحه نوشته بشه تا اون کلام منعقد بشه. این کلا برمیگرده به ظرف، در برمیگرده به مظروف، اون مظروفی که میخواد به لحاظ داستانی، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روانکاوانه، به لحاظ روایت ها و خورده پیرنگ ها چه کیفیتی داشته باشه. اما بله، من هم معتقد به ایجازم و یه رمان 550 صفحه‌ای هم میتواند موجز باشه، چون ایجاز به معنای تعداد یا تعداد صفحه نیست، به معنای بهره ورانه بودن زبان در ارائه اثر، یعنی نویسنده و راویش پر حرفی نکنن، وراجی نکنن، حرفای تکراری مخل نزنن. بالاخره تکرار یکی از تکنیک های روایی است، اون تکرار رو نمیگم، حرفای تکراری که کار روایی نمی کنن و ارزش روایی ندارن نزنن، پر حرفی و وراجی نکنن. آره، اینطوری من موافق ایجازم. اما در این حال با این در واقع قول کلیگویانه هم خانم سلیمی عزیز موافق نیستم که مثلا زبان زمانه ما رمان‌های 100 صفحه‌ای یا 150 صفحه‌ای یا 200 صفحه‌ای است. واقعا معتقدم که این برمیگرده به این که اون داستان چه چیزی رو داره مطرح میکنه، چقدر داستان داره اصلا. اگه اون داستان میطلبه ایرادی نداره که حجم بیشتری داشته باشه. و تو کار نویسنده های مختلف هم این رو میبینیم. ما نمیتونیم بگیم که آیا کامو ناول نویسیست به خاطر بیگانه یا یه رمان نویسه، یه رمان مفصل نویسه به خاطر طاعون. درباره میتونیم همین رو ببینیم. رمان هایی دارن که خیلی کم حجمن، ناول محسوب میشن، رمان های خیلی مفصل هم دارن. بخواه نویسنده خیلی منطقا نباید به بازار و شرایط این چنینی فکر بکنه، نویسنده باید داستانش رو بگه. اگه اون داستان کفایت میکنه که در حجم کمتری گفته بشه، قطعا نویسنده نباید پر حرفی بکنه. اما اگه این کفایت نمیکنه، نویسنده باید اونقدری حرف بزنه تا کلامش کامل منعقد بشه، به شرط ایجاز. خیلی ممنونم آقای فولادی نسب. ما تو صفحه بنوبوک داریم به دوستان کمک میکنیم که با کتاب ها بیشتر آشنا بشن. یک کتاب رو معمولا یا یک نویسنده یا یک مترجم رو بهانه می کنیم برای اینکه دوستان به حال این معرفی براشون از جانب اون نویسنده حالا یا مترجم یا شاعر براشون آسون تر بشه. من می دونم که شما همیشه خیلی اعتقاد دارید به کلاسیک خوندن و دعوت می کنید دوستان رو که آثار کلاسیک رو بخونن، و حالا چه ایرانی چه خارجی. می‌خواستم که یه کمی هم درباره این کتاب‌هایی که می‌خونید که بچه‌ها حتما باید بخونن صحبت کنیم، که چیزایی که حتما مثلا فکر می‌کنید که حالا غیر از اون رمان‌های معروف، ولی یه سری آثاری که فکر می‌کنید حتما یه نفر تو زندگیش باید اینا رو بخونه. بله، آره، من که عمیقا معتقدم به کلاسیک خوانی. شاید برای بینندگان این برنامه جالب باشه یا شاید حتی امیدوارم الهام بخش باشه گفتن این حرف که من چیزی حدود 20 ساله که دست کم شبیه یک ساعت کلاسیک خوانی میکنم. به نظر میرسه که یه ساعت خیلی کمه برای کلاسیک خوانی، و
آره مثلا اولین باری که من سالها پیش میخواستم جنایت و مکافات رو بخونم، این کتاب 3 ماه طول کشید خوندنش، چون شبی 1 ساعت بخوندم. خب کنتر بودم، سنم خیلی کم بود، نوجوان بودم، ولی به هر حال جوان بودم، نه نوجوان، به هر حال تمام شد. و بارهای بعد که جنایت و مکافات رو خوندم خیلی زمان کمتری گرفت. من معتقدم که کلاسیک ها رو ما باید مثل هوا استشمام کنیم. اگر کسی به من بگی که کاوه من میخوام همه کار و زندگی و متعب و نوشتن و غیره رو تعطیل کنم، 4 سال دوره فشرده کلاسیک خوانی برای خودم بذارم، من بهش میگم قطعا این کارو نکن. این سلیقه تو رو قدیمی میکنه، زبان و نثر تو رو قدیمی میکنه، تو رو از دیدگاه های مدرن به روز جدا میکنه و غیره و غیره و غیره. اینکه تو ادبیات روز نخونی، به روز فکر نکنی، مطالعه نکنی و فقط بری سراغ کلاسیک ها، قطعا تصمیم نادرستی. اما در این حال من دوستان این پیشنهاد یا توصیه رو میکنم که آره شبی 1 ساعت کلاسیک بخونید تا آخر عمرم. من خیلی خوشحالم که خیلی از آثار به خاطر این 20 21 سالی که شبی 1 ساعت کلاسیک خوانی کردم، بسیاری از آثار کلاسیک ایران و جهان رو 2 بار 3 بار 4 بار خوندم و هر بار چیز جدیدتری بهم افزوده شده. وقتی من اولین بار در جستجوی زمان از دست رفته پروست رو خوندم، خیلی سنم کمتر از امروز بود، 15 سال جوانتر از امروزم بودم. دفعه دوم وقتی خوندم، حالا در اوائل دهه 30 عمرم بودم و دیدگاه های جدیدتری داشتم. بار بعد وقتی خوندم، اواخر دهه 30 عمرم بودم و داشتم کاری از پروست رو ترجمه میکردم. این 3 تا کاوهی که این 3 بار پروست رو خونده، 3 تا آدم متفاوت بوده و من هر بار دریافته های جدیدی از این اثر داشتم. میخوام بگم که اگه ما این برنامه رو به این شکل که شبیه 1 ساعت کلاسیک بخونیم، به عنوان یه اسلوب در جاری بکنیم، همیشه به اون در واقع چشمه جوشان لایزال کلاسیک های ادبی و اون هم به ما لذت میده، هم به ما شعور میده، هم به ما فهم میده، هم زبانمون رو تقویت میکنه. و اساسا کلاسیک ها رو باید خواند. یه موقعی ایتالو کانو ناگزیر درباره این موضوع صحبت بکنه که چرا کلاسیک ها رو باید خواند. فکر میکنم امروز دیگه همه ما اینو میدونیم که حتما کلاسیک ها رو باید خواند، چه ایرانی و چه غیر ایرانی. ولی همونطور که عرض کردم، به عنوان یک جریان دائمی ولی نه زیادی از حد فربه. به خاطر اینکه باز میگم، اگه یک کسی به من بگه من میخوام الان 6 ماه هیچ مطالعه نکنم، فقط دیکنز این کار نکن. تو برای خودت یه برنامه 2 ساله تعریف کن، شب 1 ساعت دیکنز بخون، ولی تو روز مارکز بخون، تو روز ساراماگو بخون، تو روز احمد محمود بخون، هوشنگ گلشیری بخون. نه اینکه همه اینا که در واقع ادبیات روز رو شکل میدن بذاری کنار و 6 ماه شبانه روز بخوای داستایوفسکی بخونی، این قدیمی میکنه. داستایوفسکی رو میگم چون یکی از بزرگترین هاست به نظر من، یکی از تکرار نشدنی ترین هاست به نظر من. نویسنده ای که نه فقط هر نویسنده ای، به نظر من هر انسان مدرنی باید تمام آثار اون رو بخونه. داستایوفسکی جزء بنیانگذاران جهان مدرن ماست. عمدن اون رو مثال میزنم که اینقدر آدم مهمیه، ولی اگر به من بگی من میخوام 6 ماه فقط داستایوفسکی بخونم، میگم این کار نکن. داستایوفسکی رو در کنار مطالعات دیگر به عنوان یه جریان ممتد مستمر در نظر بگیر. کلاسیکا بی نظیرن. خب در خلال همین توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، چند پیشنهاد هم دادم. یکی در جستجوی زمان از دست رفته پروست، من اون رو به کاخی تشبیه میکنم که دروازه های کوچکی داره، آدم رو راحت راه نمیده به درون خودش، باید در واقع سختی هایی بکشیم برای ورود، ولی وقتی واردش شدیم به کاخ با شکوهی وارد میشیم که هر گوشه اون برای ما 1000 داستان و 1000 افسانه داره. و معتقدم به این که پروست زندگی ما رو دگرگون میکنه. اگه کسی پروست رو بخونه و درست بخونه، بعد از پروست خوندن دیگه اون آدم قبل از پروست خوندن نیست. همینطور داستایوفسکی به نظر من بسیار مهمه، دیکنز بسیار مهمه. تام مور نویسنده آمریکایی یه مصاحبه‌ای در 2013 یا 14 میکنه، توی مصاحبهش میگه هنوز، اون به عنوان نویسنده آمریکایی انگلیسی زبان داره این رو میگه، میگه هنوز هم برای هر نویسنده افتخاری محسوب میشه که اون رو با دیکنز مقایسه بکنن. دیکنز اینقدر آدم بزرگیه. دیکنز داستان امروز ما رو پایه‌گذاری کرده، نه به تنهایی همراه بالزاک، همراه هوگو، ولی خب بزرگی و عظمت دیکنز برای من دست کم جای دیگری قرار میگیره.
در میان کلاسیک های ایرانی هم خب بله، بالاخره ما آثار شاخصی مثل دیوان حافظ یا شاهنامه فردوسی یا بوستان گلستان سعدی یا خمسه نظامی و آثاری از این دست رو داریم، ولی من فکر میکنم که با فاصله غزلیات سعدی جای دیگری در ادبیات کلاسیک ما ایستاد و حتما اگر که هر فارسی زبانی غزلیات سعدی رو نخونده باشه و دوباره نخونده باشه و دوباره نخونده باشه، چیزی از حکمت و اندیشه و از شیرینی زبان فارسی کم داره. از نویسنده های ایرانی هم نویسنده های ایرانی هم لطفا بگید براتون. حتما نویسنده های ایرانی شاید من نمیتونم هنوز در واقع بسیاری از نویسنده های خودمون رو کلاسیک بدونم در ادبیات مدرن، کما اینکه همینگوی رو هنوز کلاسیک نمیدونیم و به هر حال نویسنده های قرن بیستمی و اونایی که ادبیات مدرن بودن رو ما هنوز به عنوان ادبیات روشون نگاه میکنیم. خب ادبیات داستانی ما هم در 1300 با جمالزاده شروع میشه که معادل 1920 همزمان با ادبیات مدرن اروپاست، بنابراین کلاسیک به اون معنایی که من هوگو یا بالزاک یا داستایوفسکی رو کلاسیک میدونم از جمالزاده به این سو رو کلاسیک نمیدونم، اما اگه بخوام اسم ببرم خب فکر میکنم که در اون بالای بالا دو نام در ادبیات ما میدرخشه. یکی نام هوشنگ گلشیری است به خاطر آثاری که خلق کرده، به خاطر جهان داستانیش و به خاطر تاثیرگذاری شگرف ادبیش و جریان سازی که کرده، و دیگری احمد محموده که جزء معدود نویسندگان ایرانی است که امروز که چیزی حدود 20 سال از درگذشتش میگذره معروفتر از زمانی است که در قید حیات بود. احمد محمود بعد از مرگش هم حتی داره مدام منبسط میشه، داره مدام رشد میکنه و فهم کنم به گواهی همین 20 ساله ما میتونیم این چشمانداز رو داشته باشیم که احمد محمود جز نویسندگان ماندگار ماست و مدام و مدام داره منبسط تر میشه، داره بزرگتر میشه، داره محبوب تر میشه و خب این خیلی خیلی به نظر من واجد اهمیت. در میان نویسنده های در واقع متأخرتر و معاصرترمون من حتما از حسین سناپور اسم میبرم، از مهسا محبلی اسم میبرم، فکر میکنم که نویسنده های شاخص و مهمی هم محمد حسن شهسواری، دوست عزیزی دارم جواد ماهزاده که همینجوری رو گفتم اینجا هم دوست دارم بگم که من جواد رو احمد محمود نسل خودمون میدونم، بسیار شیوانویسه، بسیار روانویسه، بسیار جذاب نویسه و همون رمان اولش خنده رو از من بگیر وقتی منتشر شد من تو یادداشتی در روزنامه اعتماد در این باره نوشتم که صدای یک احمد محمود جدید به گوش میرسه. خب دوستان، این خنده‌ای که در واقع روی لب‌های ما نقش بست به خاطر اینه که آقای جواد ماهزاده نویسنده خوبمون از همکاران ما در بنوبوک هم هستن و ایشون هم در واقع دارن یه جورایی مدیریت و هدایت میکنن این سفر رو، و آقای فولادی نصب هم که به نیکی ازشون یاد کردن و از همجا به آقای ماهزاده که میدونم داره نگاه میکنه سلام مجدد میگم و امیدوارم که خوب باشه. آقای فولادی نصب خیلی خستتون کردم، میخوام بازم یه سوال دیگه هم بپرسم. شما از نویسنده ها نام بردین و این که من میدونم شما از شاگردان آقای جمال میرصادقی بودین، نویسنده خوب کشورمون، پیشکسوتمون که خیلی هم برامون عزیز و دوست داشتنی هستن. دلم میخواد که یه یادی هم از ایشون بکنیم، چون ممکنه تو با مهمانهای دیگه فرصت نشه، ولی واقعا دلم میخواد که یه یادی هم از ایشون بکنیم، یه کمی هم درباره جایگاه و آثار ایشون صحبت کنیم. بله، آقای میرصادقی سالهای سال معلم عزیز من بودن و امروز این افتخار رو میکنم که ایشون من رو دوست خودشون میدونن. یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کسان در زندگی من آقای میرصادقی هم. چندین سال پیش در شبی که از شبهای بخارا که آقای دهباشی که تنشون سلامت باشه و
برای آقای میرصادقی برگزار کردن، این امکان و فرصت هم در اختیار من قرار گرفت که اونجا عرضی بکنم خدمت حاضرین در جمع. اونجا این ایده رو درباره آقای میرصادقی طرح کردم که جمال میرصادقی یک نفر نیست. جمال میرصادقی در واقع سه فرد در یک کال بود: یک نویسنده بسیار درخشان، یک معلم بسیار تاثیرگذار و یک پژوهشگر بسیار مهم. خیلی از اون مباحثی که در ادبیات داستانی ما امروز در واقع دنبال میشه، این نگاه فنی که من و بسیاری از هم نسلان من داریم، بیشک تا حد زیادی مرهون تلاش های جمال میرصادقی است. امروز کتاب های زیادی در حوزه تکنیک و فن ادبیات داستانی توی کتاب فروشی ها و کتاب خونه های ما هست، ولی از دهه 60 تا اوایل دهه 80 مهمترین کتابایی که هر کسی میتونست بگیره و بخونه عناصر داستان و ادبیات داستانی آقای میرصادقی بود. زندنام آقای بی‌نیاز، فتح‌الله بی‌نیاز میگفتن که هر داستان نویس ایرانی این دو تا کتابو خونده. اگه نخونده باشم به دروغ میگه خوندم، چون باید بگه خوندم که اعتباری داشته باشه و بگه من دانش داستانی دارم. خیلی اون دو تا کتاب مهم بودن و نویسنده اون دو تا کتاب جمال میرصادقی در کمال تواضع به نظر من این کار رو انجام داده، پیش برده. به عنوان معلم که آقای میرصادقی کار خیلی خیلی بزرگی کرده، من کمترین و کوچکترین شاگرد ایشونم، ولی ایشون شاگردای مهمی تربیت کردن، تأثیر مهمی در ادبیات داستانی ما داشتن و اون هم در کمال سکوت و تواضع، بدون اولدورم بولدورم، و تأثیرشون بیشتر و بیشتر هم به مرور زمان به نظر من نشان داده خواهد شد. و خب با عنوان داستان نویس من تردید ندارم که درازنای شب یکی از بهترین رمان‌های فارسی است و باز تردید ندارم که با تا خبر از تغییر فصل بدهند یکی از بهترین رمان‌هایی است که در سال‌های بعد از انقلاب نوشته شده. در کنار همه اینها که بچه اجتماعی شخصیت آقای میرصادقیه، من باید این رو هم بگم که آقای میرصادقی برای کسانی مثل من که این افتخار رو دارن که ایشون اونها رو دوست خودشون بدونن، یک دوست بسیار بسیار مهربان، دلسوز و شریفه. با این سن زیادی که دارن و به هر حال مسائل کهولت سن، هیچ وقت نیست که من مشورتی از آقای میرصادقی بخوام و ایشون جوانانه، با انگیزه، پرشور، مهربانانه، با در نظر گرفتن همه جوانب و شرایط وقت برای من نذارن، من مشورت ندن و لطف به من نکنن. عمرشون دراز باشه. یه ماه پیش که آخرین باری بوده که تا این لحظه دیدمش، حتما هفته دیگه برای تبریک سال نو خدمتشون خواهم رسید. یه ماه پیش بهشون گفتم که آقای میرصادقی، دو سال دیگه بعد براتون یه تولد 90 سالگی برسیم که صداش تا اطراف بگیریم، که صداش تا اطراف و اکناف عالم برسه. ایشالله که تنشون سلامت باشه و همینجوری سایهشون بالا سر ما باشه. آقای میرصادقی نازنین، و چه جالب که دو سال دیگه واقعا تولد 90 سالگی ایشون، انشالله که عمرشون دراز باشه. آقای فولادی نسب، آخرین سوالم درباره اون دوتا کتاب خیابان ولیعصر تهران که اونا هم امسال منتشر شد با دبیری شما از سوی نشر سالس، یکی داستانه و یکی ناداستانه اگه اشتباه نکنم، این درباره این دوتا کتاب هم توضیح بدین که دیگه بیشتر از مزاحمتون نمیشه. اختیار دارین شما مراهمی. آره، این کتاب رو در واقع من دبیری کردم، خودم فقط یک مقدمه توی این کتاب ها نوشتم، ولی خب مجموعی است از آثار دوستان عزیز داستان نویس، روزنامه نگار، پژوهشگر، معمار و شهرساز. یک کتاب شامل 10 متن داستانی است و یک کتاب شامل 10 متن غیر داستانی. خب به هر حال همونطور که عرض کردم، همونطور که از اسم بلینی ها مشخصه، شهر برای من بسیار مهمه، خیابان های شهر بسیار مهمن، برای اینکه ما توی شهر خاطره میسازیم، ما توی شهر زندگی میکنیم. همونطور که عرض کردم، شهر ظرف زندگی مدرنه. ما
روح مدرن خودمون رو و روح مدرن زمانه رو در خیابان‌های شهری که جستجو می‌کنیم، با خاطره‌ها، با رویدادها و رخدادها و غیره. خب برای من خیلی خیلی مهم شهر و ادبیات شهری به هر حال یکی از مهمترین مسائلی است که من روش تمرکز مطالعاتی دارم و فعالیت میکنم، و خب طبیعتاً ذیل این فعالیت میتونه یکی همین باشه که از دوستان داستان نویس و روزنامه نگار و پژوهشگرم خواهش بکنم که درباره مهمترین خیابان تهران، شاید یکی از مهمترین خیابانهای ایران و یکی از مهمترین خیابانهای خاورمیانه متن بنویسیم. میدونین خیلی از ما وقتی که اولین بار پاریس رو میبینیم برامون شهر غریبه ای نیست. من نیویورک رو ندیدم، مطمئنم نیویورک رو هم اگر اولین بار ببینم برام غریبه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه توی ادبیات در واقع نویسندگان آمریکایی و نویسندگان فرانسوی یا انگلیسی لندن فراوان درباره لندن، درباره پاریس، درباره نیویورک صحبت شده. ادبیات داستانی به ویژه حامل فرهنگی مهمه. من فکر میکنم ما به عنوان داستان نویس یکی از وظایفمونم اینه که این رو چه به ساکنان و شهروندان داخل کشور و چه به کسانی که ممکنه این کتاب رو در خلال ترجمه بخونن نشون بدیم، یادآوری بکنیم که ما خیابانهای مهمی داریم، میدانهای مهمی داریم، فضاهای شهری مهمی داریم. و من معتقدم که به عنوان یه داستان نویسی که علاقه شهری داره، یکی از وظایف من اینه که شهرم و کشورم رو از طریق ادبیات به دیگران هم نشون بدم و معرفی بکنم. معذرت میخوام. دوستان عزیزم، ممنون که همراه ما بودین. حرفمون یکم از این بر به اون بر میپرید، ولی به خاطر این بود که آقای فولادی نسب خب کارهای زیادی کردن، میتونستن در مورد موضوعات مختلف صحبت کنن و من میخواستم که این یک ساعت رو ازش استفاده مفید ببرم. به خاطر همین ممکنه یکم سوالم پرکنده بوده، ولی به نظرم خیلی لایو خوبی بود. خیلی خوشحال شدم از این که بالاخره بعد از فراز و نشیب ها و چند بار کنسل شدن ها تونستم در آخرین لایو امسال به نوبوک در خدمت ما باشم. آقای فولادین هستم، امیدوارم که سال خیلی خوبی پیش روتون باشه و باز هم ممنونم. شما هم اگر خدافظی از بچه ها داریم بفهمید. ممنونم، خیلی ممنون از شما که لطف کردین و این برنامه رو برگزار کردین. برای من گفتگویی بسیار خوب و خوشایندی بود، لذت بردم از همنشینی و مصاحبت و گفتگو با شما. امیدوارم که بینندگان این برنامه هم براشون مفید بوده باشه، خسته نشده باشن و اگه بشه گفت هم لذت برده باشن و هم چیزی ترفی بسته باشن از این گفتگو. بله، اینجوری که از کامنت ها مشخصه خب دوستان همه راضی بودن. دوستان عزیزم، لایو رو سیو میکنیم توی صفحه، نگران نباشین، حتما سیو میکنیم. اگر از اول ندیدین میتونید برید تو صفحه ببینید. ممنونم از اینکه یک سال در کنار بنوبوک بودین در سال جدید با کلی خبر جدید و خوب کتابی. بازم در کنارتون هستیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار. قربون شما، شبتون بخیر.